ما فانکشن نت نتورک خودمون رو اینجا تعریف کنیم این هیچ ورودی نمیخواد یک کلمه کلیدی async ای اینجا میذاریم async ای یعنی که من اجازه دارم توی این تابع از کلمه کلیدی اویت استفاده بکنم اگر ایسینک نداری نظاری نمیتونیم از اویت استفاده بکنیم حالا من یک پرووایدر تعریف میکنم کلمه کلیدی اویت رو اینجا میذارم و می detect detect اتریوم غلط املایی نداشته باشیم که غلط املایی توی جاوا اسکریپت نمیدار رفت کردنش سخت خب اینجا چیکار کار میکنه؟ میگه بیا دتکت کن اتریوم پرو، پرووایدر رو جا شد بریز داخل این پرووایدر این متغیری است که ما ساختیم این هم یک دستوری هست یک تابعی هست که از این فایل اسکریپتی که ما اینجا گذاشتیم گرفته میشه این برای چک کردن پرووایدر هست برای اینکه ببینیم متا ماسک اصلا وجود داره وست هست یا نه اگر وست نباشه بهمون ما باید اینجا چک بکنیم و خطا بدیم پس این تابع یک تابع آماده ای هست که در داخل این فایل اسکریپتی که من اینجا گذاشتم وجود داره و میاد چک میکنه که آیا متا وجود داره اصلا نصب هست و اگر نصب هست آیا لاگین شده کاربر یا نشده این اویت هم میاد چی میگه میگه که تا این دستور انجام نشد شما نرو دستورات بعدی رو اجرا بکن آقای جاوا اسکریپت کامپایلر جاوا اسکریپت پس من هر جا اویت گذاشتم یعنی دستوری که بعدش هست باید حتما اجرا بشه ببین اسم اویت منتظر بمون تا این اجرا بشه اگر اینجا ای سینک نذاریم اویت اصلا نمیتونیم استفاده کنیم بهمون خطا میده پس من اویت گذاشتم برای دستورات نهم نه زمان چرا اگر متاماس وجود نداشته باشه یعنی من بیام توی دستورات تر مثلا یه کاری بکنم از متاماس بخوام استفاده بکنم از اون در واقع پولی که کاربر داره اینجا میخوام استفاده بکنم باز بشه مثلا از این پولی که کاربر میخوام استفاده کنم حالا شما فرض کنید اصلا متا که وجود نداشته باشه این داره همینجوری چک میکنه بعد من تو دستورات بعدی دارم این پول از این میخونم خب ببینید چقدر مشکلات این وسط به وجود میاد عملا اصلا برنامه شما قابل استفاده نخواهد خب میخوایم چک بکنیم که ببینیم اصلا در واقعی که پول متا ماسک اون هست یا نه میگیم که نات پرووایدر نات پرووایدر یعنی اگر پرووایدر وجود نداشت یا خالی بود undefined بود شما بیا چیکار بکن یک پیامی به کاربر بده که توی این پیام به که مثلا یا ببین دو تا حالت داره یا ممکن اصلا متامسک وصل نباشه یا ممکن اصلا لاگین نباشه حالا شما یک پیامی در خور بدید دیگه من مثلا میگم پلیز لاگین تو متامسک درست شد و در نهایت ریترن رو اجرا میکنم ریترن یعنی که دیگه دستورات بعدی اصلا اجرا نشه برگرد بیا اول کار درست شد این از این حالا تو ادامه همین در واقع تابمون دقت کنید اینایی که نوشتیم از کتایی بعدی همه کپی پیست ها الان داریم میمیسیم از تابه بعدی کپی پیست میخوایم ببینیم وب ما وجود داره یا نه ما گفتیم به کتابخونه وب جیس نیاز داریم وب دا جیس هم همینجور عادی نیست باید یک وب جیس یک پرووایدر وب جیس فراهم بکنیم پس در نتیجه اگر از قبل وب جیس اون توی برنامه وجود داشت مثلا یک چه میدونم برنامه دیگه ما از قبل اجرا کرده بودیم که وب رو درست کرده بودیم از قبل دیگه نیازی نیست در واقع بسازیمش اینجا میخوام همین رو بگیم میگیم که تایپ آف ویب تیری ناچ مساویه آن دیفاین آن دیفاین من خیلی دقت میکنم روی در واقع املا چون اگر غلط املایی داشته باشیم دا کارمون سخت میشه در سخت نه ولی خب باحال باید در واقع چی رو داشته باشیم دیگه چون گفتیم کامپایلر نداره ای که اذیتمون میکنه ما یک متغیری باید اینجا به صورت سراسری تعریف بکنیم با نام این دست خودمون هست دیگه وب پرووایدر اسمشو هر چی دوست دارین شما بزنید اصلا مهم نیست چرا اینا سراسری تعریف کردن چون وب پرووایدر رو تیری چون وب تیری پرووایدر ما ممکنه تو فانکشن های دیگه هم ازش استفاده کنیم اگه من فقط وب رو داخل این فانکشن هم تعریف بکنم عملا توی فانکشن های دیگه نمیتونم ازش استفاده بکنم میشه متغیر محلی. اینجا متغیر من سریه. من پرووایدر رو اینجا مقدار دیش میکنم و بعد از اون توی تمام توابعی که دارم میتونم ازش استفاده بکنم. حالا اینجا میگیم اگر برابر با undefined نبود یعنی از قبل این وب‌تیلی‌داد پرووایدر ما تعریف شده بود. میگم وب‌تیلی‌داد پرووایدر برابر میشه با پرووایدر. این هم پرووایدری است که ما اینجا دریافت کردیم else اگر یه همچین چیزی نبود بیا چیکار بکنم بیا یه دونه وب پرووایدر یه شی ازش بساز و اینو برای من آماده کن ببین برای ساختن وب تری پرووایدر خودمون ما نیاز داریم که از کلاس وب تری با دبلیو بزرگ از کلاس وب تری با دبلیو بزرگ یه دونه پرووایدر بسازیم .http http پرووایدر امیدوارم غلط املایی نداشته باشم من اینجا باید آدرس شبکه خودم رو بدم آدرس شبکه ما چیه اینجا 127.0.0.1 با پورت 7545 همون آدرس شبکه گناش خودم این رو هم میام اینجا به عنوان متغیر تعریف میکنم اصلا نمیتونیم کانستش تعریف بکنم چون قرار نیست تغییرش بدیم دیگه میگم کانست اه... نتورک اسمانو رو هرچی دوست دارین خودتون میتونیم بذارین من اینقدر دقت میکنم باز اجتماع میبیسیم ببین نتورک ادرس مساوی است با 127.0.0.1 با پورت 7545 این همون پورت گناشه دیگه اینجا داری بش میخوایم به این سرور وصل بشیم این رو میارم میذارم اینجا تا این پرووایدر من ساخته بشه خب اومدیم اینجا در واقع کامل چک کردیم این وب تری پرووایدر خودمون رو باید یک دونه شی بسازیم تا از این شی بتونیم همه جا استفاده بکنیم پس من میگم وب تری مساوی است با نیو وب تری بازم با دبلیو بزرگ و این وب تری پرووایدری که از اینجا فراهم کردم و میدم بهش خب این وب تیری دیگه همون هم همون وب که ما کامل میتونیم همه جا ازش استفاده بکنیم دیگه در واقع مشکلی وجود نداره این قسمت هایی هم که نوشتیم سریبت همش کپی پیس میشه فقط شما این نتورک آدرستون رو بر اساس نتورک آدرس شبکه خودتون در واقع اضافه میکنین یه نکته که وجود داره من این آدرس شبکه رو بعد اینجا دقیقا مثل همین بنویسم یعنی HTTP دو نقطه بکستش بکستش رو هم باید بذارم من فراموش کردم HTTP دو نقطه بکستش بکستش خب اینم سیف میکنم کنترل اس رو میزنم حالا که داستان پرووایدر رو نمیدونم ویب تیری و این چیزهای ما حل شد ما باید با استفاده از یک دستوری بیایم شبکه اتریوم خودمون رو اینیبل کنیم قبلا این دستوری داشتیم اینیبل رو انجام میداد الان یه دستوری جدیدتری وجود داره به این صورت نوشته میشه اتریوم من فقط میخوام که غلط املایی اینجا وجود نداشته. باشه اتریوم دات ریکوست پرانتز باز پرانتز بسته خب داخلش یه دونه آکولات باز میکنیم میبندیم بگیم که متد نقطه توی سینگل کوتیشن ای تی اچ اینا رو بعدا کپی پیست میکنید نگران اصلا نباشید ریکوست من سعی میکنم که اینا اصلا اشتباه نباشند وگرنه ما باید برگردیم همه رو چک بکنیم اکانت خب متدمون ETH underline request اکانت هست خب همین کفایت میکنه به این که در واقع شبکه اتریوم ما فعال بشه حالا ما میخوایم چیکار کنیم اینجا باز داستان غیر همزمانی داریم ما میخوایم وقتی که شبکه فعال شد بیایم دیفالت اکانت خودمون رو ست کنیم دیفالت اکانت چیه همین اکانتی هستش که در حال حاضر در حال در واقع جاری متامسک که ما روی اون فعاله یعنی الان ما اکانت 26 دیفالت اکانت ما هست چون عملیاتی که داره انجام میشه روی این دیفالت اکانت و مبلغ موجودی اون انجام میشه پس ما باید دیفالت اکانت رو مشخص بکنیم به غیر از گفتیم اسینچ و اویت ما با استفاده از دن هم میتونیم چیکار کنیم غیر همزمانی داشته باشیم این دن به این مضمون هستش که حتما باید قبل از این این دستور فعال سازی اتریوم انجام بشه و بعدش من بیام چیکار کنم دن رو فراخونی بکنم خب دن چی میخواد؟ یه دونه فانکشن میخواد که کالبک فانکشن بهش گفته میشه خب که این کالبک فانکشنمون حالا ما دستوراتی که بعد از فعال سازی در واقع اتریوم نیاز داریم رو اینجا باید انجام بدیم ما دوباره اینجا میایم یه دونه متغیر دیگه میسازیم متغیرهایی که نیاز داریم توی تمام مختلف ازش استفاده بکنیم و اینجا میسازیم میگیم current یعنی میخوام بگیم که اکانت جاری اکانت حالا ما هم اولش در واقع نال میدیم این کیورنت اکانت رو اینجا میاییم مقدار دهیش میکنیم با دستور اکانت صفر این اکانت صفر از کجا میاد ما بعد از اینکه اتریوم رو فعال کردیم و دستور دین رو نوشتیم مجموعه اکانت هایی که در داخل شبکه وجود داره در واقع اون در واقع اون وجود داره رو اینجا با دست در واقع کلمه با متغیر اکانت بهمون برمیگرده در واقع این کال بک فانکشن یک مقداری رو برمیگردونه که این مقدار اکانت هایی هستش که در داخل متامسک وجود داره حالا اگه 20 تا اکانت باشه طبیعتا اکانت صفر اکانتی هستش که ما در حال حاضر بهش وصل هستیم ببینید تعداد اکانت های من خیلیه ولی اکانت جاری، اکانت صفر، اکانتی هستش که من الان بهش وصل هستم. خب ما توی این متغیر اومدیم اکانت صفر رو ریختیم، یهو نگه داشتیم که ازش استفاده کنیم. حالا باید توی به در واقع تری خودمون بگیم که دیفالت اکانت چی هست؟ بگیم وب‌تری این وب تیری که می الان این وب این شیه که اینجا ساختیم وب account باز من املا رو انشالله اشتباه نمیزم دیفالت اکانت امیدوارم که اشتباه ننوشته باشم مساوی است با این در واقع کرنت اکانتی که ما اینجا نوشتیم یه دو چک کنیم web default account امیدوارم که اشتباه ننوشته باشیم خیلی خوب حالا کاری که باید انجام بدیم چیه من یه کنسول داد لاک میگیرم توی کنسول داد توی اینسپکت المنت بهمون بگه که آیا اکانت جاری رو بهمون نشون میده یا نه ببینیم دستوراتی که نوشتیم دستورات در واقع درستی هست یک تعریف هم براش بذاریم که مشخص بشه current account دو نقطه مثلا این خب این همه نوشتیم میخوایم بریم چک بکنیم ببینیم آیا درست نوشتیم یا نه من یه رفرش بکنم خب میبینید اکانت جاری مون رو اینجا بهمون دادش پس ما خدا رو شکر مشکلی نداشتیم این همین اکانت دیگه f 2 e اگه بخوایم نگاه کنیم اینجا هم میتونیم این اکانت رو ببینیم دقیقا همینه پس ما تونستیم اکانت جاری رو با استفاده از دستوراتی که نوشتیم داشته باشیم خدا رو شکر من میترسیدم که در واقع غلط املایی داشته باشیم الان باید دو ساعت بگریم غلط املایی کجاست حالا چیزی که مطرح اینه, اینه که ما الان میخوایم این اکانتی که اینجا داریم و اینجا بیاریم این آدرس یعنی آدرس اون در واقع اکانتی هستش که الان به وبسایت بلاک چینی ما وصل هست خب چجوری این کارو میکنیم توی ایندکس داد HTML مون این توی این قسمت ما آدرس رو قرار داریم میگه تگ اسپند داریم که آیدیش آدرس فیلد هست چون ممکنه که ما مثلا از این آدرس فیلمون یعنی پر کردن آدرسمون چند جا استفاده بکنیم میام چه کار میکنیم یه تابه تعریف میکنیم و اینو توی تابه پر میکنیم میشه همینجور هم در واقع نوشتا خیلی مهم نیست ولی اگه بخواید چند جا تعریف کنید و حال یه تابه داشته باشید به دردتون می‌خوره، من یه تابه تعریف کردم دقیقا همین پایین این تابه رو اینجا تعریفش میکنم اسم تابهمون اینه ورودی نداره و در نهایت قرار چیکار میکنه با جی کوری میخوایم مقدار رو بریزیم تو اون تگ میگیم دلار ساین توی کوتیشن چون آیدی بود در واقع داش رو میذاریم داش میگم این number sign حالا اینو از اینجا کپی میکنیم میاریمش اینجا بعد میگیم مقدار تکست این در واقع تگمون رو تغییر بده به چی به current account خب بریم ببینیم درست کار کردیم بله ببینیم حادثی که اینجا آمد، حادثی که اینجا هست، ما تونستیم از متامست که اون بخونیم و اینجا قرار بدیم.